فصل چهاردهم. پس همیشه در پی محبت باشید و در این حال مشتاق کسب عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه نبوت باشید. زیرا کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست نه با مردم، چون دیگران آنچه را که او میگوید نمیفهمند. زیرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان میآورد. اما از طرف دیگر آنکه نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. کسی که به زبانها سخن میگوید تنها خود را تقویت میکند، ولی کسی که نبوت میکند کلیسا را تقویت مینماید. اگر همه شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی ترجیح میدهم که همه شما نبوت کنید. زیرا اهمیت کسی که نبوت میکند از کسی که به زبانها سخن میگوید بیشتر است. مگر این که کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت؟ هیچ. مگر اینکه برای شما مکاشفه‌ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. حتی سازهای بیجان مثل نی یا چنگ اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آنها چیست؟ باسم اگر شیپور صدای نامفهوم بدهد، کیست که خود را آماده جنگ سازد؟ همچنین اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگویید، چگونه دیگران بفهمند چه میگویید؟ در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. در جهان زبانهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنها بی‌معنی نیست. اما اگر من زبانی را که با آن صحبت می شود نفهمم، نسبت به گوینده آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. بنابراین آن کسی که به زبانها سخن میگوید باید دعا کند که قادر به ترجمه پیام خود باشد. زیرا اگر من به زبانها دعا کنم، روح من مشغول دعاست ولی عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه کنم؟ من با روح خود دعا میکنم و در این حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد و به همین طریق سروی هم خواهم خواند، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز. در غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می کنید، آن کسی که دارای هدایای روح نیست چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمین بگوید؟ زیرا او آنچه را که شما می گویید نمی فهمد. قبول دارم که به طرز جالبی سپاسگزاری می کنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چه فایده؟ خدا را شکر که من بیش از همه شما به زبانها سخن می گویم، اما در عبادت کلیسایی گفتن پنج کلمه با معنی را برای تعلیم دیگران از گفتن 10,000 کلمه به زبان نامفهوم بهتر می دانم. ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید. در کتاب مقدس نوشته شده است، خداوند میگوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. طبق این کلام، عطیه زبانها نشانه است برای بی ایمانان نه برای ایمانداران، حالان که نبوت برای ایمانداران است نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد
و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست. ای برادران، منظور من چیست؟ مقصودم این است که وقتی دور هم جمع می شوید، هر کس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفه‌ای یا سخنی به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. و اگر می خواهید به زبانها سخنگویی، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده‌ای در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند، مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است نبوت کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتار ایشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه‌ای به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است ساکت شود. به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نبوت کنید. زیرا عطیه نبوت باید تحت اختیار گوینده آن باشد. چون خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است. چنان که در تمام کلیساهای مقدسین مرسوم است، زنان باید در کلیسا ساکت بمانند، زیرا اجازه سخن گفتن ندارند. بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید مطیع باشند. اگر مایلند درباره امری چیزی بدانند، در منزل از شوهران خود بپرسند، زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان میکنید که پیام خدا از شما شروع شده است و پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می‌نویسیم دستور خداوند است. و اگر کسی به این دستور بی‌اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی‌اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، مشتاق عطیه نبوت باشید و در این حال گفتگو به زبانها را منع نکنید، اما همه کارها باید با نظم و ترتیب انجام شود.